لیلا هستم، مادر، متخصص در امور رسانه و همچنین یک مشاور. یکی از با ارزش‌ترین اقدامات من در زندگی نوآوری و ابتکار در برنامه‌های آموزشی هست که با همراهی همکارم غزاله به ملاقات دبیرستان‌های دولتی میریم. ما به نوعی زندگی جوان‌ها رو تحت تأثیر قرار میدیم و از طرف دیگه هم جوان‌ها برای ما الهام بخش هستند. اطلان دبیرستان کاملا دخترانه هست. دانش آموزانی که به اینجا میان تقریبا از تمام قاره آفریقا هستند. امروز با آنوشکا ملاقات میکنم، کسی که رئیس انجمن رهبری و مدیریت تو دبیرستان دخترانه اطلان هست. ممنون برای اینکه با من همراه شدی عزیزم. میتونی کمی در مورد پیشنهاد برام بگی؟ از کجا آمدی و چجوری بزرگ شدی؟ خب من سومین دختر از 4 تا دختر تو خانواده‌مون هستم. همین، فقط دختر. پدرم از کنگو DRC هست و مادرم یک زن زولویی از آفریقای جنوبی هست. من به عنوان پسر خانواده بودم. نمیدونم چرا، آدم خیلی بانمکیم، همینطور فرد باهوش خانواده محسوب میشم. توی رشته هنری، موسیقی و علوم استعداد دارم. آره، من خیلی آدم دوست داشتنی هستم. من از حرفات اینجوری فهمیدم که تو اعتدال، نیرو و انرژی رو از خانوادت گرفتی و همینطور اعتماد به نفس. البته میتونم بگم شاید به این خاطر هست که برای یک زن زولو خیلی معمول نیست که با مرد کنگویی ازدواج کنه. درست میگم؟ آیا تو زمان خودشون از پیشگامان این قضیه بودن؟ اطرافیانشون چی میگفتن؟ خانواده پدریم خیلی به این چیزا اهمیت نمیدن. اونا از وقتی که مادرم رو ملاقات کردن عاشقش شدن. اما از طرف دیگه خانواده مادریم خیلی از پدرم خوششون نمیومد تا وقتی که اونا حق ازدواج رو پرداخت کردن. اونا همدیگر رو تو آفریقای جنوبی ملاقات کردن و بهترین دوست برای همدیگه شدن و این چیزی است که اتفاق افتاد و همه این دخترها به وجود اومدن. وقتی که به کودکیت فکر می‌کنی، مشکل ترین قسمتش چی بوده و بزرگترین سخت‌ترین چیز واسه من شناخت خودم و اهدافم تو این دنیا بود. به عنوان یک کودک من اغلب با مردم سخت و سرد رفتار می‌کردم، چون نمی‌خواستم خودم رو تو موقعیتی بذارم که امکان ضربه خوردن از بقیه رو داشته باشم. بالاخره یاد گرفتم که باید آسیب‌پذیری رو تمرین کنم و بتونم از اشتباهاتم درس بگیرم و مردم رو بهتر درک کنم. موهبت برای من مدرسه بود. من افراد فوق‌العاده‌ای رو اینجا ملاقات کردم، به خصوص معلمان. من افتخار آشنایی با معلمانی رو داشتم که براشون آینده من مهم بود و منو آماده می‌کردن برای همه چیز. تا به امروز هم من از دبستان و دبیرستانم خیلی راضی هستم. تو الان داری با دخترایی بزرگ میشی که بعضی از اونها تجربه خیلی متفاوتی نسبت به تو داشتن. بعضی هاشون خانواده های عالی، باثبات و ثروتمندی داشتن و بعضی هاشون کاملا عکس این قضیه رو تجربه کردن. در اینجا همه شما با هم هستین و همه تون نقش ویژه‌ای رو تو انجمن رهبری مدرسه ایفا میکنید. چه چیزی ما رو قوی میکنه و باعث میشه که بلند شیم، دست به دست هم بدیم تا با هم کار کنیم؟ چی باعث شده که همه شما به اینجا بیاین؟ من آدمی هستم که معتقدم هیچ کس به خودی خود کامل نیست و هیچ کس همه چیز رو نداره. ما همدیگر رو کامل میکنیم. نمیدونم چرا مردم بعضی وقتا فهم میکنن که باید با هم رقابت کنن، چون اون چیزی که شما داری اون چیزی نیست که من دارم. پس اگه ما تشخیص بدیم که دیگران چه چیزهایی دارن که ما نداریم، اون وقت میتونیم همدیگر رو کامل کنیم، با هم کار کنیم. اینجوری میتونه برای همه مفید باشه. آنوشکا فقط یک دختر دبیرستانیه که یه همچین طرز فکری داره و ای کاش که بزرگترهای زیادی هم مثل اون فکر میکردن تا دنیا شکل بهتری میگرفت. دفعه آینده با من همراه باشید تا بیشتر با آنوشکا صحبت کنیم.